دا بخون کې مهربان خدای په نامه قدر منیدونکو سلام غزر اوس خبرونه ده تر لاسو بجو پوری دوام لري ز فوزي وحدت ځایقانی تاسو په خدمت کې موضوع با همکارم مرسل منصوري هم په دې هیله چې د خبرونه تر پای پوری لمون سره اوسي په بیلابیلو موضوعاتو باندې لا بیلابیلو میل منو سره بحث او خبرې لرو د اوس لپاره هم په سټډیو کې سره هارون صمیمی دی د بدخشان ولایت مدني فعال د بدخشان د امنیتي وضعیت په اړه د چې هلته یو شمیر ولسوالۍ هم ویل کېږي د طالبانو په ولکه کې دی او نور په همدارنګه د پوهنې وضعیت اداري فساد په اړه د ښې حکومتدارۍ ده چې په ټولیزه توګه د بدخشان ولایت وضعیت څه ډول دی له دوی سره به دغه پوښتنې شریکې کړو تاسو څخه راغلاست وایم ښاغلي صمیمي ښاغلي صمیمي په سر کې که یوه کتنه ولرو د بدخشان د امنیتي وضعیت په اړه بدخشان څه ډول امنیت لري خب در قدم اول سلام و صبح بخیر خدمت شما خدمت تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریان نیوز خب اگر ما مروری داشته باشیم به رویدادهای امنیتی در سطح ولایت بدخشان بدخشان از دو سال به این طرف کم و بیش وضع امنیتیش بیشتر به بحران و بیشتر وضعیتش خرابتر شده رفته و که طوری که ما شما از طریق رسانه ها و از طریق رسانه چاپی ها میبینیم که این وضعیت در حال رشد است و در حال افزایش است و در کل بدخشان فعلا در یک حالت خیلی بحرانی و خیلی که از نگاه امنیتی سخت در یک بحران و یک چالش قرار داره موجود است و نیروهای امنیتی و در کل دولت مرکزی همیشه تلاش کردن گفتن که ما امنیت در سطح بدخشان میخواییم بیاوریم و کاری میکنیم که این عمل کرده حکومت نتیجه تا فعلا نداده بلکه با فقط با فریب دادن و با گپای شعاری گفتن که ما در سطح ولایت در بدخشان ما میخوایم امنیت بریم پس یک راهکار روشن و درست و استراتژی به خاطر مبارزه با علی دشمن تا فی الحال به شکل واقعی و عملی در سطح بدخشان پیاده نشده و این امر باعث شده که این وضع روز به روز شدید و شدیدتر شود خاط سمی چه فکر کوي ولې په تیرو دو کلونو کې علت په څه کې دی چې دومره وضعیت لا خرابیږي آیا ګاونډي ولایتونه هم تاثیرات لري په دې ولایت باندې یا مرزي سیمې خوب در کل بدخشان یک از ولایت های در شمال شرق افغانستان است که دقیقا با سه کشور همسرحد است چین، تاجیکستان و بخصوص اکثریت بیشترین همسرحد مرز با خود پاکستان داره و در کل اگر شما مروری داشته باشیم به ولایت ها و به ولسوالی هایی که بدخشان در یعنی ناامن هستن در کل او سمت ها برمیگرده به نقاطی که نزدیک به مرز پاکستان است پس علت جنگ، علت نامی در سطح ولایت بدخشان ما میتونیم که در کل دو ابعاد بتونیم یکی بودی خارجی داره، یکی بودی داخلی داره در بود خارجیش میتونیم بحثی ای را داشته باشیم که طبعا کشورهای منطقه همسایه بخصوص منطقه و فرا منطقه در بحران جنگ زدایی در بدخشان یعنی در شعله‌ور ساختن جنگ در بدخشان ناامنی در بدخشان دست منطقه و همسایه و بالاخره فرا منطقه وجود داره اینجا پاکستان با نام ساختنش بحثا و منافع خود همیشه دنبال کرده طبعا ناامنی در چی در ولایت در سطح افغانستان بخصوص در ولایتی که در افغانستان باشه به سود پاکستان است اینم طور کشور آمریکا به نوعی بدخشان نزدیک به کشورهایی است که تقریبا حمایت روسیه و کشورهای دیگر در قبال داره مانند کشورهای خاورمیانه در کل رسیدن آمریکا به مسئله خاور آبای گرم یکی از نقاط یکی از استراتژی‌های دائمی آمریکا بوده که علیه روس می‌خواست مبارزه کنه پس اینجا بدخشان به محور جنگا و تنش‌های منطقه و همسایه بالاخره فرا منطقه‌ای تقریبا مبدل شده که اگر در ابتدا ما میتونستیم این بحث جلوگیری کنیم که فعلا این بحث از دست از کنترل خارج شده و این بحث بودی خارجی است په دغه موضوع کې یوازې بدخشان ولایت دی کنه شمالي ولایتونه نور هم متاثر دي خب در کل فعلا شرایط بدخشان خیلی بحرانی است بدخشان فعلا خیلی از ناامنی و از شدت جنگ مداخله شورشی ها و بالاخره خارجی ها در این منطقه سخت رنج میبره
بحث دوم که ما قبلا به شما اشاره کردم بود داخلی است. در بود داخلیش همیشه کوشش به این شده که بحث یک دسته ولایت بدخشان، بدخشان یکی از ولایت ها است که دارای معادن خیلی بزرگ است. در اینجا افراد مسلح غیر مسئول، همینطور شورشیان که بدخشان یکی از قبلا به شما ذکر کردم که یکی از ولایت ها است که دارای معادن فراوان است، با طالبان و بالاخره گروه القاعده میتونن با جابجاسازی در ولایت بدخشان میتونن از معادن افغان، از معادن بدخشان و تجهیز و تمویل کنن خود تا بتونن با مسائل بیرونی و دیگه ولایت ها جنگ های خود بتونن تداوم بتن. و همچنان بحثی که پیشتر من یک مسئله اشاره کردم که بود دیگری داخلیش موجودیت افراد گروه غیر مسئول در ولایت بدخشان است که همیشه از معادن بدخشان به سود شخصی خود استفاده کردن. غیر مسئول کسان توک دیست است به نظر؟ خب اینجا یک انگشتمار یک دو فرد نیست که ما با او رئیس میشونه بگیریم. در کل مافیای معادن وجود داره در بدخشان ولایت. خپل اوسیدون کیدی دخن د موجه بناوی اتا اتا دستای مقامات بالای بدخشان ده اون افت است. ما میتونم که به صراحت بحث بگویم واضح و آشکار چندی مور از طریق رسانه دست کرده ای بس. ولیکن این بحث هایی بود که در ابتدا فکر میکردن که این بحث شاید بناوی اگر ما همون افراد غیر مسئول بناوی اگر ما بتانیم که اوزار وخیم نشان بتیم گدودی و بالاخره این میتونیم معادن به شکل درست استفاده کنیم و دولت مرکزی نتونه از این معادن بتونه بیای باستوری کنه و به شکل قانونی استخراج کنه. پس این ابتدا به شکل بسیار ابتدایی بودی بس. فعلا این ماجرا بسیار بزرگ شده. حالا دوست منطقه و فرا منطقه در بس بدخشان نفته است. امنیت لا خرابیگی دغه غیر مسئول وصلوال کسان دی چه معادن چه نوره گت است؟ صد درصد ای بحث از آغاز تشکیل حکومت موقت در افغانستان بوده. متاسفانه معادن افغانستان، اکثریت معادن افغانستان بخصوص معادنی که در ولایت بدخشان وجود داره مانند لاجورد و دیگر ولایت معادن دیگر همیشه از 13 سال به این طرف به شکل غیر قانونی استخراج شده و مستقیم به کشورهای پاکستان منتقل شده. پس اینجا ما قبلا به شما اشاره کردم که در نامنی بدخشان هم نفع پاکستان میتونه باشه، هم نفع یک تعداد گروه غیر مسئول در ولایت بدخشان میتونه باشه، هم همچنان قدرت های بزرگ منطقه‌ای که همیشه کوشش کردن که افغانستان به نوع میدان جنگ های نیابتی به خود بسازن تا بتونن امو استراتیجی که به خاطر نفع دولت های خود دارن بتونن به دست بیارن. آقای سمیمی، سیمه زیداره په دغه برخه کې د غیر قانوني استخراج په برخه کې څه کارونه تر اوسه پوری کړی دي ساسو په نظر، او که د مخنیوي لپاره کار نه کوي آیا دوی هم په دغه کار کې لاس لري؟ خب در کل ضعف در از آقا از سرمنشه قدرت در افغانستان وجود داره. حالا شما ببینید که بحث معادن، بحث نگهداری از منافع ملی، از ارزش های ملی وظیفه 100% حکومت است. باید حکومت دیگه مداخله میکرد از ابتدا، اجازه نمیداد که ممکن در ابتدا یک گروه بسیار خرد شورشی که اصلا مهار کردن از او پیش دولت مرکزی و محلی بسیار کار آسان بود، ولی که نیا نکردن یا در پروسه نوانسازی و بالاخره غیر استخراج شدن معادن در بدخشان یا کم و بیش چی که اصلا دوست داشتن. یا پس اگر قاطعیت از ابتدا وجود می داشت من مطمئن بودم که بس به ایجا نمی کشید. معادن افغانستان مربوط تمام ملت افغانستان است، باید دولت مکلف است که از معادن در سطح افغانستان محافظت کنه و به شکل قانونی رو استخراج کنه تا بتونه به مردم و به نفع کشور رو استفاده کنه، ولی که نی کار نشد. قاطعیتی دولت مرکزی در رابطه با مسئله استخراج معدن در ولایت بدخشان قاطعیت و عملکرد جدی نداشته، همیشه سازگاری نشان داده با مردم های در دست ملعم، چون به این منوال حکومت محلی همیشه در سطح بدخشان متاسفانه همیشه حکومتی بوده در کل رهبری و مدیریت خیلی ضعیف و ناکارا بوده، همیشه بحثی ناکارگیش آشکار نشان داده. اینمی که در سطح ولایت بدخشان در طول 13 سال نتونستیم که معادن در یک چارچوب قانونی بتونیم به شکل شفاف استخراج کنیم، پس همین ضعف و ناکارگی نهادهای محلی را نشان میده. پس در کل
این مشکلات از ابتدا وجود داره. انگیزه اصلی استخراج و ناامنی در سطح بدخشان دقیقاً برمیگرده به مدیریت بدخشان. خاغلی صمیمی په دې معنی چې طالبان خپل مالی سرچینه هم دغه جای ته میلوي. خوب یکی از گزینه های در کل توریستان و شورشان در سراسر جهان همی غصب جایی از قبیل داشتن معادن طبیعی نفت و بالاخره به بحث هایی میپردازن که بتوانن یک پشتیبانی خوبی مالی برشان باشه تا بتوانن که امو جنگی که در قبال امو دولت ها دارن امو تو افغانستان دارن پس افغانستان و بخصوص ولایت بدخشان از این نایه رنگ میبره و همچنان این بحث میتونه به مفاد طالبا باشه. ببینین بدخشان یکی از ولایت هایی است که ساختار جغرافیاییش متفاوت از با دیگر ولایت ها. بدخشان یک ولایتی است که سرشار از کوه ها، تپه ها و دره ها می باشه. این انگیزه، این ساختار جغرافی خاصی که بدخشان داره انگیزه داده به گروه های شورشی تا بتوانه اینها بتوانن آزادانه در ولایت بدخشان فعالیت های خود شورشی خود بپردازن و زمانی که با نیروهای دولتی و امنیتی ما مقابل میشن بسیار براحتی میتونن در پشت جبه ها و کوها براحتی پد شون مغاره ها. پس این بحث خیلی جنگ در بدخشان خیلی سخت ساخته و بحرانی ساخته و اصلا باید یک راهکار روشن عملی دولت مرکزی با همکاری دولت ملی بدخشان باید ساخته شود تا بتونیم مبارزه جدی علیه دشمنان شورشی افغانستان باشیم. خواهر صمیمی تر وسه پورې تو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او په تو ولسوالیو کې امنیت شتون لري؟ خوب در کل بدخشان دارای 28 ولسوالی میباشه و از دو سال به این طرف کم و بیش چندین ولایت بدخشان دست به دست با نیروهای شورشی و طالب شدم. ما قبلا به طور مثال ولسوالی وردوج یمگان قبلا یک سال به مدت یک سال به دست طالبا در تصرف طالبا بود. تقریبا ولایت های ولسوالی های که تقریبا نزدیک با مرز پاکستان است اکثریتش از کمبود امنیت رنج میبره. ما میتونیم فعلا بگوییم که ولسوالی وردوج در تصرف طالبا کم بیش وجود داره و در ضمنش در ولایت بارک در ولسوالی بارک ولسوالی شهدا در ولسوالی سرغیلان ولایت بدخشان فعلا جنگ عملا جریان داره با نیروهای امنیتی و تقریبا بیشترین تقریبا کم بیش به شما به شکل فیصدی اگر عرض کنم تقریبا بیش از 4 تا 5 ولسوالی ولایت بدخشان 70% داکومنتش در زیر دست طالباست و طالبا در حال نبرد هستند، در حال پیشروی هستند. پس نبود راهکار منظم و روشن در قبال مبارزه با شورش ها طبعا این بحث بیشتر و بیشتر می سازه و ناامنی در سطح بدخشان افزایش می فهمه و متاسفانه با این جنگی که در بدخشان رخ داده اکثریت ولسوالی که زیر تصرف طالبا شده مردم بیجا شدن، بی خانمان شدن، از خانه هاشان کوچ کردن به ولسوالی هم جوار که کم بیش نامن هستن. یعنی در کل بدخشان فعلا از مردم بدخشان از این نایه خیلی رنج میبرند که متاسفانه دولت محلی با بانکاری دولت مرکزی نتونستن یک بدخشان ولایت امنیتی ځواکونه چې د امنیت په ټینګښت کې هم د وس بوخ دي تاسو روحیه څه ډول ارزوي سربیره پر دې چې د مرکزي دولت پشتیبانی یا هم هغه ملاتړ هم له ځان سره نه لري په هغه شکل چې باید ولري هلته د هغوی تاسو روحیه څه ډول ارزوي؟ خب نیروهای امنیتی در کل همیشه اولادی فرزند مملکت بودن، همیشه از روحیه شجاعت و روحیه بلند مبارزه علیه دشمن همیشه ما شاهد بودیم قهرمانی اولادای وطن. ولی که یک بحث شما متوجه باشین که اگر ما واقع بینانه به بحث امنیتی بحران امنیتی در افغانستان صحبت کنیم، نه تنها در ولایت بدخشان، بس نبود قاطعیت از رأس امنیتی و بالاخره حکومت مرکزی وجود داره. یعنی در کل سرباز تحت امر است، هر چیز که حکومت مرکزی و قماندان و بالاخره در رأس نهادهای امنیتی باشون امر داده شوه و حتی جان خود تیر هستن. بزرگترین بحثی که یک سرباز داره، یک نهاد، یک مسئول امنیتی داره، همون جانش از همون جان قربان کرده در رابطه با دفاع از نوامیس و بالاخره اراضی وطن. پس اینجا ما بحثی مشکلی اصلی را که جا میدانم، مشکل اصلی در رهبریت امنیتی در رأس رهبریت امنیتی وجود داره. همچنان دولت مرکزی به خاطر را مبارزه علیه دشمن و شورشی و طالب القاعده یک راهکار روشن نداره. همیشه نیروهای امنیتی سپر قرار گرفتن، همیشه در حالت دفاعی قرار داشتن. یعنی
اینم حال ازیر اگر شما بررسی کنین نیروهای امنیتی همیشه خودشان شکایت از این میکنن که ما را اجازه نمیتن در نبرد رو در روی پیشرو پیشروی کنیم. یعنی ما همیشه به نوعی باشان صحبت کردیم گفتن که روی بالای دفاعی و مبارزه را داشتن علیه دشمن، ولی که یگانه بحث چالشی که یا مطرح میکنن نیست که میگن که ما را همیشه در حالت دفاعی قرار دادن. یعنی ما وظیفه‌مون فقط حالت دفاعی است، دمو مکانی که هستیم از اون حالت دفاع مینیم، اجازه پیشروی نداریم علیه دشمنه. پس اینجا بس اینجا خیلی تلفات بار میاره. دلیل پر پختنی اونه که دلیل پس که وچه دوی همیشه پا دفاعی حالت کردی پا زین مواردو که دوی وی چه ده سیمی ده خلکو لپارموک عملیات پا دیر کنده سر پر مخورو چه ده سیمی آم وگری تا ضربه اونه رسی کی یا مرشوب لدوی توانوری، آیا دوی هم هم ده غیلت بگو تکوی؟ خوب این بحث میتونه که میتونیم نایده نگیریم. طبعا در جایی که جنگ صورت میگیره اماکن مردم است و اهالی منطقه در اوجا وجود داره، اگر امن صورت بگیره طبعا تلفات بیشتر میشه. ولی که یک بحث ما به شما یادآور میشم که حکومت مرکزی همیشه به مسائل امنیتی دیدی فریبانه و دیدی شعاری داشته، همیشه کوشش کرده که خود تبرئه بوده، خود کوشش کرده که جانبدار نشان بوده در راه آوردن امنیت و بالاخره مبارزه با دشمن. این بحث یک بحث خیلی مضحک و خنده‌آور است، ولی که این هدف عزیز که اگر دولت مرام و هدف مبارزه جدی با شورشیان و طالب و بالاخره القاعده دارن، پس چرا یک راهکار درست نمیگیرن زمانی که یک مشکل به شکل بسیار کوچک و ابتدایی می باشه؟ کوره گفتم مهار کردنش خیلی آسان است، ولی که اون بار در اون زمان عمل نمیکنه دولت، زمانی که بس خیلی حاد و خیلی داغ میشه اونجا میان بحث مبارزه و بحث پلانای عملیاتی و بزرگی را طرح مینن که دهیجه هم میتونه که پول انگوف مصرف شوه، نیروی بسیار تلفات بتیم، مردم خیلی جا بیجا شوه. پس اینجا از ابتدا به شما عرض کردم که بس دولت دیدی فریبانه و دیدی بسیار موزیکانه پیرامون امنیت ده و حل منازع بحران امنیتی در سطح افغانستان داره. پس این موتور اگر دولت مبارزه یعنی توانی یا هدف اصلیش مبارزه علی دشمن و آوردن امنیت و رفا برای مردم باشه، پس آنجا میتونن که مناطقی مراحل وجود داره که میتونن پیشروی کنن، پس چرا او زمان اجازهشان نمیده؟ ما نمونه های آشکار داشتیم در ولایت قندوز که پارسال سقوط کرد، اینم تو ولایت تقریبا هلمند و دیگه ولایت های افغانستان که دولت همیشه بحثی تقریبا شعاری گفته، همیشه مردم رو در یک تنگنا قرار داده، همیشه کوشش کرده که ناتوانی ها و ضعف های خود پتو پنهان کنه، کوشش کنه که خود نشان بده که گویا ما اوزار ما در دست داریم، همیشه مبارزه میکنیم. که این ناکارگیشان چند مسئله متوجه مردم افغانستان ساخته، یکی بحثی بیجا شدن مردم، دوم عدس دادن حاکمیت اکثریت قلمرو افغانستان یعنی ولسوالی ها، دو سوم جان باختن بسیار بسیار به گونه نامردانه به شما عرض کنم که با پروسه بسیار برنامه خیلی ناکامی دولت اکثریت نیروهای امنیتی مون جانایشان بسیار به سادگی از دست میتکی، خیلی یک شرم است. اگر شرم یاد داشته باشم مطمئن هستم که بحثی انجام نمیتن. کاملا څه فکر کوئ په دې سره د دولت او خلکو ترمنځ څومره واټن رامنځته کیدی شي، هماغه فاصله چې د دوی ترمنځ رامنځته کیدی شي څومره راتلونکي ته زیان رسوي او اندېښمنه ده؟ خوب در نظامهای دموکراسی یکی از اصلای مهم همانا ارتباط و سهمگیری شهروندان در پروسه های مختلف و ارتباط محکم مردم با دولت میباشه. یعنی رابطه ملت و دولت زمانی مستحکم میتونه باشه که در آنجا اعتبار و بالاخره همکاری متقابل وجود داشته باشه. یعنی دولت وظیفه‌اش آوردن امنیت، رفا، آرامش، تحصیل، صحت و یک فضای امن به خاطر زیست به شهروندانش است. همین طور ملت و شهروندان وجیبه ای دارن، باید با دولت همکاری در عرصه‌های مختلف داشته باشند تا بتوانند که دولت بتوانه بهتر و با آرامیتر و با سهولت امو فرصت‌های خوبی را به مردم مساعد بسازه. پس این رابطه را رابطه دولت و ملت میگن. زمانی که دولت همیشه برنامه به خاطر رفای مردم و تنها بحثی که ما کدام حتی بحثای دیگری مسئله شهروندی و حق حقوق شهروندی و ملت نمی کنیم که اصلا اون مهار است در این مملکت، ما فقط اون بحث بسیار کوچکی که اون زیست در یک منطقه
و در جغرافیای به شکل امن و به سلامتی، یعنی داشتن امنیت کامل یک از حق بسیار ابتدایی یک شهروند است که اصلا حق شمرده نمیشه، هیچ چیزی است که باید وجود داشته باشه. نتونسته دولتی بحث فراهم بسازه، پس شما چطور توقع دارین که آیا بیایم شهروندان و مردم افغانستان با دولت رابطه مستقیم داشته باشه؟ بدخشان ولایت دخل کو همکاری امنیتی ځواکونو سره سره ولدی خوب د سطح محل د سطح ولسوالی او ولایت بدخشان در کل اگر بحث هماهنگی مردم و همکاری مردم با دولت بکنیم، همیشه یه همکاری وجود داشته، 13 سال از دوران حکومت موقت به این طرف وجود داشته، یعنی همیشه مردم کوشش کردن که با تجمعات و بالاخره با مسائل و مسائل های مختلف کوشش کردن طرح‌ها و نگرانی‌ها و همکاری‌ها حتی همکاری خود با نهادهای امنیتی در سطح محل و بالاخره در سطح ولایت و با حکومت محلی همیشه ابراز داشتن و کردن. و یک بحثی جه وجود داشته که دولت کوشش کرده که همیشه حکومت محلی را کوشش کرده که همیشه به شکلی ظاهرانه به مردم بدخشان بگه که ما همراه شما هستیم، کار کردیم، کار میکنیم، پلان ها و برنامه ها داریم، ولی که این برنامه کاملی نشه چی سوال میشه وقتی عملی برن از آنتا یو اجمن اغوار نکری بالاخره خلق هم پویی گیش دوی دروغ وی 100% این بحث وجود داره. ما همیشه میره در بیشتری برنامه ما صحبت کردیم که دو حکومت مرکزی و در خصوص و در پلوی حکومت محلی دسته بدخشان اگر برنامه منسجم و عملی به خاطر خدمت گذاری به مردم دارن، خوب این به میدان بسیار به شعار نیک بگن و مردم هم قناعت بتن، نگوین که یعنی وعدای خیالی نتن، برنامه کوچک بسازن ولی که عملی باشه، حداقل بتونه مردم امو حمایت و امو امیدی که پیرامون خدمتگزاری دولت به مردم وجود داره امو رو پیدا کنن. اینی هیز در وجود مردم بدخشان اصلا از بین رفته. یعنی بر شما بگویم که اینمی ولسوالی اکثریت ولسوالی که زیر تصرف طالبا بوده و بنا و فعلا بعضی ولسوالی در حال جنگ و نبرد با نیروهای امنیتی و شورش قرار داره، یعنی به شما ما بگویم که اصلا در اوج دیدی خوب مردم علی حکومت ندارن، یعنی اینمی انگیزه باعث شده که جوانای بدخشان که اکثرش از بیکاری رنج میبره بتونه بناوی، من نمیگم کلشان، بناوی ای به شرایط باعث شده که نبود کار و فقر اقتصادی باعث شده که حداقل این جوانا برن به فصوف طالبا بپیوندن، یعنی زمینه وجود داشته. پس اگر دولت راهکار داره اینجا بیای برنامه اشتغالزایی به جوانان جور کنه، برنامه از بین بردن فقر اقتصادی از طرح کنه، برنامه جور کنه که بتونه رفاه اجتماعی رو به جوانا و به مردم بدخشان سهولت کنه، یعنی عمق اکثریت نیروهای شورشی فعلا جذب میشن، این شرایط پیدا شده در وجه که همین جوانا برن به صف شورشا بپیوندن. پس ما به شما میگیم که انگیزه و رام و بالاخره همکاری مردم بدخشان با حکومت محلی بوده و همچنان زمانی که اکثریت ولسوالی تحت تصرف طالبان و بالاخره بناوی و جنگ در حال جنگ بوده، اینها مردمش به سوتو آمدن فعلا، اکثریت چون صلاح برداشتن با هم قدم با نیروی امنیتی و کمک کردن. قدرمون لیدون کو هارون صمیمی در بدخشان ولایت مدنی فعال مسره په سټوډیو کې و د بدخشان د امنیتی وضعیت په اړه موږ سره بحث او خبرې اترې درلودې. له دوی څخه به هم مننه کوو. خبرونه دوام لري تر لنډې دمې وروسته. هم تا سخر اغلاس ویم خبرونه دوام لری. وزیر دفاع امریکا و دایشیان در افغانستان هشدار میدهد که عملیات های بیشتری علیه آنها در راه است. آشتن کارتر میگوید نیروهای امریکایی و افغان دو عملیات بزرگ را علیه دایشیان در افغانستان انجام دادند و به این گروه ضربه شدید هم وارد کردند. با گفته کارتر نیروهای امریکا و ائتلاف در افغانستان به منظور مبارزه با گسترش تومور دایش مصروف حمایت از نیروهای افغان در عملیات ها هستند. وزیر دفاع آمریکا یکی از اهداف ائتلاف بین‌المللی در افغانستان را مبارزه با گسترش داعش می‌داند. اشتون کارتر هشدار می‌دهد که عملیات‌های بیشتر علیه داعش در راه است. در آنجایی که ما با گسترش میکروب سرطان داعش مبارزه کرده‌ایم، ما نتایج آن را نیز دیده‌ایم.
نیروهای آمریکایی با کار در کنار همکاران افغان ما دو عملیات بزرگ را علیه داعش در افغانستان انجام داده و ضربات شدید به آنان زدند که شامل کشتن رهبر ارشد آن، ضربه به زیربنا پایگاه تدارکاتی و آموزشی آنها می شود. عملیات های بیشتری علیه داعش در راه است. کارتر در سفرش به بریتانیا در دانشگاه آکسفورد لندن گفته است هدف اول ائتلاف بین‌المللی نابود کردن تومور سرطان داعش در عراق و سوریه و هدف دومی آن مبارزه با گسترش داعش به نکات دیگر جهان است. ما می دانیم که سرطان داعش می تواند گسترش یابد و در برخی موارد از قبل گسترش یافته. به همین خاطر است که نیروهای آمریکایی و ائتلاف مصروف حمایت از نیروهای محلی در عملیات‌های علیه داعش در افغانستان و سایر نکات جهانند. کارتر می افزاید که ارتش بریتانیا همکار ماموریت حمایت قاطع در افغانستان همراه با ائتلاف جهانی برای شکست نهایی داعش بوده است. پیش از این فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته بود که در عملیات علیه داعش در ننگرهار نزدیک به 300 جنگجو و فرمانده این گروه کشته شدند و این گروه 25% از جنگجویانش را از دست داده است. در دغه موضوع د بحث لپاره ما سره په استودیو کې محمد حیدری د پوهنتون استاد دی دوی ته خراغ لاسم خو حیدری خراغ لاس سلام علیکم خو حیدری امریکا په تیری ول اسیزه کې په افغانستان کې حضور لري اما دا څه کوم محسوس کار چې موږ ویو امنیت ټینګ شوی متاسفانه نه شوی هر ورځ ول سپری سقوط کوي سمګ مها تا د ولایتونو مرکزونه سقوط کوي څه فکر کوي دغه ډول خبرداري او غوښونه چې وسوي دایښت ورکوي یا هم د دولت وسره ول مخالفین او ورکوي څومره واقعي بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون جهانی آریانا نیوز. بله متاسفانه اوضاع امنیتی افغانستان هر روز بدتر از دیروز میشه. در جریان هستین که در سالهای 2005، 2006 و بعد از اون تا 2007 و حتی تا 2010 وضعیت امنیتی در افغانستان بعد از در واقع 2001 یا حادثه 11 سپتامبر اوضاع امنیتی در حال بهبود بود، اما متاسفانه با تغییر پالیسی یا رویکرد در واقع امنیتی ایالات متحده آمریکا وضعیت در افغانستان هر روز بدتر شد. طالبان، دشمنان مردم افغانستان، گروه های تروریستی و بعد در افغانستان تقویت شد، رشد پیدا کرد و حتی گسترش پیدا کرد در جغرافیا و ژئوپلیتیک افغانستان. متاسفانه مخصوصا در دوران حکومت وحدت ملی تشدید ناامنی ها در افغانستان به وضوح دیده شده و محسوس است، حتی تا جایی که ما شاهد سقوط بعضی از ولایت هم بودیم، چه بسا این که تعداد زیاد از ولسوال ها هم اکنون در اختیار دشمن های مردم افغانستان هست و در اختیار طالبا و گروه های تروریستی. تا به حال ایالات متحده آمریکا یا در واقع صادقانه عمل نکرده یا باید این را اعتراف بکنند که در مبارزه با تروریسم در افغانستان شکست خورده است. و چیز دیگه یک خیلی محسوس است این است که ایالات متحده آمریکا متاسفانه با سیاست در واقع درویی خود گاه امتیاز به پاکستان میدن، گاه در واقع روی کردشان با هند هست، یه بیک نحو سیاست ایالات متحده آمریکا در تزلزل قرار داره. جدیدن هژمونی ایالات متحده آمریکا در منطقه و جهان به خطر افتاده. به یک نحوی میبینین که آسیا پاسیفیک در حال رشد کردن است و کشور مثل روسیه در به لحاظ نظامی در حال رشد است، کشور مقتدر و پرنفوذ مثل چین در حال رشد سراسام‌آور اقتصادی است که همین لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم ایالات متحده آمریکا به میلیاردها دلار از چین قرضدار هست و همین رقم کشورهای منطقه‌ای هم به یک نحوی، حتی ایران حداقل در حوزه خلیج ایالات متحده آمریکا را به چالش مواجه ساخته. در روسیه عملاً، در سوریه عملاً، امروز چین در حال، ایالات متحده آمریکا در حال شکست و در واقع از همگسیختگی هژمونی که برش تعریف کرده بود هست. لذا به این دلیل است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میان اظهارات در واقع اظهار میکنن که ما در افغانستان با داعش مبارزه خواهد کردیم، یا حتی وقتی که ایالات متحده آمریکا وزیر دفاعش میایه داعش رو به عنوان یک غده سرطانی در واقع
مطرح میکنه، این برمیگردن حداقل باید تروریستان های ایالات متحده آمریکا و دکترینشان باید بدانند که همین داعش حداقل با حمایت ایالات متحده آمریکا توسط کشورهای مثل عربستان، کشورهایی که در واقع گروه های رادیکال و افراطی تولید میکنند در منطقه و جهان، حتی خود آقای ترامپ خانم کلینتون را در واقع مقصر دانستن یا حداقل یکی از بنیانگذاران داعش در منطقه دانستن، ای خودشان من فکر میکنم که دوباره همو با دید ایالات متحده آمریکا در 14 سال قبل برای افغانستان داشتن که فکر میکردن توریسم تنها در منطقه خاورمیانه محدود خواهد شد و به ایالات متحده آمریکا به منافع ملی و امنیت ملیشان آسیب نخواهد رسان، این نوع تفکر برعکس خواهد شد. همین داعش یک روز گریبانگیر خود ایالات متحده آمریکا خواهد شد. جدیداً تغییرات در روی کرده برخورد ایالات متحده آمریکا با گروه های افراطی در منطقه به وجود آمده. وس دغه به تکرار چې تاسو خودله چې د داعش پر وړاندې بدلون موندلی دی، آیا دا خپله د امریکا لپاره ستر ګواښ بلل کیدی شي یا دوی په همدې ویره کې دي چې داعش د دوی لپاره ګواښ دی چې دوی راځي خپله تګلاره د داعش پر وړاندې بدلوي؟ حال دا چې همدا اوس موږ که چیرې د دوی هدف افغانستان کې سوله او ثبات وي، ولې د طالب پر وړاندې خپله جګړه ییز ماموریت نه بدلوي؟ نه خیر، بحث داعش برای ایالات متحده آمریکا در دراز مدت و در کوتاه مدت هزینه بر خواهد شد. ایالات متحده آمریکا به لحاظ اقتصادی در وضعیت چندان مناسب قرار ندارند که در یک جنگ کلانی که حتی خاورمیانه و کشور مخصوصا کشورهای عربی و کشور مثل افغانستان را در واقع شامل میشه، باز یک هزینه جنگ کلان را بپردازن که ایده که در اقتصاد ایالات متحده آمریکا گنجایش ندارن و نمیتوانن بپردازن. به هیچ وجه ایالات متحده آمریکا من یک بار دیگر از همه تریبون شما گفته بودم که ایالات متحده آمریکا به دنبال ملت سازی و دولت سازی در افغانستان نیست. برعکس تحلیلگرانی که فکر میکنن که ایالات متحده آمریکا آمده تا در افغانستان دموکراسی در واقع اینجا شکل بگیره، در اینجا دولت سازی شکل بگیره، ملت سازی شکل بگیره، نه خیر، چنین چیزی اصلا نبود. یعنی در اراده ایالات متحده آمریکا در اوایل از بعد ورودش در افغانستان چیزی به نام دولت سازی و ملت سازی و تأمین حقوق بشر و دموکراسی اصلا مطرح بحث نبود. آنچه که مهم بود تأمین منافع ملی و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با توجه به اون در واقع این که ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون جهان یا به تعبیر دیگر به بعضی از شهروندان ایالات متحده آمریکا داشت به عنوان پلیس جهانی عمل می‌کردن و به یک نحوه خب طبیعی بود که اهداف سیاسی دیگه مثل زیر نظر داشتن ایران در منطقه که رقابت فوق‌العاده استخباراتی او زمان با ایران داشتن، رقابتش با روسیه در واقع و حضورشان در افغانستان میتونستن به یک نحوه یک مشت کوبنده باشه بر رقبای منطقه‌ای آمریکا در افغانستان. اما این که بگیم که آمریکا میخواهد در افغانستان صلح تامین بشه، خیر چنین نیست. اگر چنین باشه، آدرس حداقل دشمنای مردم افغانستان، آدرس تروریستان، آدرس در واقع لانه تروریست پروری او طرف مرز مشخص است. ایالات متحده آمریکا در همین چند سال گذشته ما شاهد بودیم که به میلیاردها دلار به همون کشور کمک کرده، در حالی که برای همه مشخص است که پاکستان شبکه حقانی رهبر گروه القاعده در پاکستان کشته میشه، رهبر طالبان در پاکستان کشته میشه و امیر قم انس حقانی در پاکستان هست، گروه های تروریستی دیگر در پاکستان هست، مدرسه های طالب پرور و داعش پرور در پاکستان هست. این به فکر میکنین برای ایالات متحده آمریکا معلوم نیست؟ خیر معلوم هست، برای ایالات متحده آمریکا معلوم است. پس حتی اگر اینا نمیتونن فشار آنچنانی بیاره، حداقل میتونن هم کمک را که برای اینا برای مبارزه با تروریسم به پاکستان میدن اینا که قطع کنه. تا به حال حتی این کار را نکردن. جدیدن تغییری در پالیسی ایالات متحده آمریکا در برخورد با داعش در منطقه به وجود آمده، چون برای خود ایالات متحده آمریکا هزینه بردار هست این جنگ. یعنی داعش در آمریکا لپاره هم گواخ بیخواله شی؟ بدون شک. داعش پدیده تنها مربوط کشورهای در واقع جهان سومی یا کشورهای عربی نخواهد شد. من فکر میکنم که هر قدر که پدیده افراطیت به عنوان یک گفتمان جهانی تبدیل بشه، به همون میزان تمام در واقع جهان ازش متاثر خواهد شد. این پدیده انسانخوار هست، فرق نمیکنه در کشورهای
خاورمیانه باشه یا در کشورهای غربی. یک روزی همین ریشه همین در واقع افراطیت در شما در پاریس دیدین دیگه، عملا در فرانسه و در کشورهای در خیلی از کشورهای اروپایی شاهد در واقع وقوع حادثات خونین بودیم. من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بازنگری نکنن در قسمت این نو پالیسی خود در قسمت کشورهای خاورمیانه، کشورهای سوریه و عراق و افغانستان، من فکر میکنم دوباره دچار یک مشکل بزرگ در منطقه و مخصوصا در درون ایالات متحده آمریکا با توجه به این که هژمونی ایالات متحده آمریکا در حال فروکاست در جهان هست مواجه خواهد شد. خانه ایدری واس چه تاسو د امریکا مبارزه د داعش پر وړاندې په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ وای امریکا تل ادعا کوي چې موږ داعش په افغانستان کې لمانځه وړي او دغه ستر عملیاتونه زموږ نتیجه هم ورکړي ده. حال دا چې په ننګرهار ولایت کې هم د اوس داعش په پراخه پیمانه باندې حضور لري، همدارنګه په نورستان ولایت کې چې اچین ولسوالۍ مرکز بنل کېږي، همدارنګه د ننګرهار کوټ ولسوالۍ مرکز بلل کېږي، دلته دوی حضور لري. دوی دغه ادعا څومره پر ځای خیلی مسخره است، در حالی که در اوایل گفته میشد که اصلا چیزی به نام داعش در افغانستان وجود نداره. هم دولت افغانستان این را انکار میکرد، هم نیروهای بین المللی در افغانستان. واقعا هم داعش در افغانستان نه زمینه روش داشت نه حضور، اما با متاسفانه با پالیسی های غلط امنیتی کم کم داعش از مناطق در واقع مثل سوریه و کردستان عراق و آمد در افغانستان و برای امروز داعش در افغانستان یک حیات خلوت کلانی دارد. یک چیز دیگر که حداقل من نمیخوایم با یک تحلیل بدبینانه وارد قضایا بشم، اما آمریکا در منطقه دچار شکست شده. ائتلافی که در واقع ضد ایالات متحده آمریکا در سوریه با داعش میجنگه، در عراق با داعش، امروز تقریبا عراق تخلیه شده از وجود داعش. 10% از خاک عراق ممکن در اختیار داعش باشه که عملا اونا هم در محاصره هست. امیر قم در سوریه امروز دولت بشار الاسد توانسته تعداد زیاد شهر حمز الان در اسارت مطلق دولت بشار الاسد هست. ایران به لحاظ زمینی داره حمایت میکنه از روسیه، به لحاظ هوایی داره حمایت میکنه و داعش در حال سرکوب شدن در واقع سوریه هست. وقتی که اونا از اونجا شکست بخوره، حیات خلوت دیگرش خراسان خواهد بود که افغانستان هست. و من فکر میکنم که متاسفانه اگر آمریکا با دقت تمام در افغانستان عمل نبکنه، او در واقع پتانسیل هایی که داعش در اون منطقه داشتن دیگه در سوریه و در عراق نداره و به طرف افغانستان گسیل خواهد شد. خواهد ایداری چه دول عمل امریکا چه دول عمل وکری؟ ایم دقا وست جگری از ماموریات یا تگلارا چه وست به افغانستان که در جگری پر ولنده پر مخ بیایی چه تاسو هم ویل ناکام دی، چه دول در داعش پر ولنده دل تخبل عمل پیل کری؟ تا به حال ایالات متحده آمریکا در قبال مبارزه با داعش در افغانستان یک قدم به جلو 10 قدم به عقب حرکت کرده و این نوع تاکتیک حداقل در مبارزه با داعش در افغانستان هم ایالات متحده آمریکا را در اینجا زمینگیر خواهد ساخت و هم برای دولت افغانستان در واقع مشکل ساز خواهد شد. من حداقل حرف میز و به عنوان یک کنشگر سیاسی حرف میزنم که ایالات متحده آمریکا باید وضعیت در واقع امنیتی و مخصوصا حضور داعش در افغانستان را جدی بگیرند، با توجه به این که بازی را در رقبای منطقه خود در کشورهای عربی باخته است. دیگر ایالات متحده آمریکا بازیگر اصلی حداقل در مناسبات یا مسائل امنیتی در کشورهای مثل عراق و سوریه نیست، بلکه این روسیه هست، بلکه این ایران هست که در اونجا نقش اساسی رو بازی میکنه. عملا امروز ایران در 5 کشور عربی نقش اساسی داره، حداقل در تحولات امنیتیشان. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا باید از این نو پالیسی در قبال مبارزه با داعش در افغانستان دست بردارن و یک مبارزه جدی را، همچنان که اینا اظهارات وزیر دفاعشان اظهارات داشتن، اینا بیشتر سیاست در واقع اعلانی هست تا اعمالی، بیشتر تلاش میکنن که به یک نحوه افکار عمومی و رسانه ها را مصروف یک چنین در واقع تبلیغات بسازند، اما در عمل میبینیم که مبارزه آنچنانی در مبارزه با داعش در افغانستان صورت نگرفته، در حالی که اصلا زمینه رشد داعش در افغانستان وجود نداشت. اما امروز شما میبینید چندین تا ولسوالی در اختیار داعش هست و هر روز هر از گاهی یک فاجعه در کشور خلق میکنه. اگر اقدامات جدی علیه داعش برای
نفی اینها صورت نگیره، من فکر میکنیم که جغرافی های بیشتر را در آینده داعش در افغانستان تصرف خواهد کرد و همون خراسان را که داعش میگه من فکر میکنم بخش زیاد از خاک افغانستان متاسفانه با توجه به شکست هایی که داعش در کشورهای عربی خورده و ترکیه هم حالا فعلا چیز مهم دیگه ای که حداقل در معادلات بین المللی به وجود آمده، قبلا ترکیه به عنوان متحد و همکار در واقع آمریکا و اسرائیل و به نحو کشورهای غربی عمل میکرد، اما امروز ترکیه به عنوان یک متحدی به سرسخت به روسیه در منطقه وارد شده و عملا در سیاست خارجی ترکیه در حال فاصله گیری از غرب و مخصوصا ایالات متحده آمریکا هست بعد از کودتای نافرجامی که در ترکیه صورت گرفت. این به این معناستن که ایالات متحده آمریکا با این نو پالیسی دوگانه در منطقه شکست خورده و امیدوار هستم که افغانستان به عنوان متحد استراتژیک به آمریکا در منطقه و همچنان هم پیمان امنیتیش تبدیل به حیات خلوت داعش در منطقه نشد. اوس چې امریکا خبرداری ورکوي، ګواښونه کوي چې موږ به بیا هم په افغانستان کې ویل کېږي، پرون د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې به 200 عملیاتونه په لاره واچوي. څه فکر کوي ښاغلی حیدري، دا چې خپله دغه عملیاتونه ترسره کړي دا ښه دی که دا چې زموږ افغان ځواکونه پیاوړي کړي تر څو زموږ خپله افغان ځواکونه د داعش پر وړاندې هم وجنګېږي؟ دا څومره ګټور تمامېدای شي د افغانستان لپاره، ځکه چې همدا اوس لکه پرون چې موږ وکتلو په اورزګان ولایت کې جګړه وه، که چیرې امریکا خپل هماغه وسایل او امکانات چې دوی په واک کې د زموږ افغان ځواکونه نه لري، که دوی بمباري نه کول د اورزګان مرکز سرین کوټ به سقوط کړی وای، په دې سره څومره ګټور تمامېدای شي چې زموږ خپل ځواکونه پیاوړي شي؟ اجازه بدین بعد میره یک بحثی ریشه‌ای بکنم. باز هم ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان دو اشتباه کلان و استراتژیک را مرتکب شده. نخستین که در واقع ترک کردن نیروهای ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا حداقل در سال 2014 یک اشتباه استراتژیک بود. هنوز در واقع افغانستان اولین قرارگاه یا در واقع اولین آسیبگاه برای تروریستان در منطقه بودن و هنوز افغانستان داره به نیابت از دنیا علیه پدیده افراطیت مبارزه میکنه و هی هم برای ایالات متحده آمریکا و هم برای حداقل ناتو مشهود است که افغانستان از ناحیه در واقع طالبان و القاعده آسیب پذیرترین کشور در منطقه است و ترک کردنش من فکر میکنم یک اشتباه راهبردی و استراتژیک بود که خود استراتژیست ها یا در واقع دکترین نظامی ایالات متحده آمریکا هم بر این در واقع نظریه مهر صحه گذاشتن. اشتباه دوم ایالات متحده آمریکا در افغانستان این بود که نتوانستن سربازان و ارتش و نظام افغانستان را تجهیزات لازم را در اختیارشان قرار بدن. ما هنوز نیروی هوایی نداریم، هنوز سلاح‌های پیشرفته که در اختیار حتی دشمنان مردم افغانستان هست اما در اختیار نظامیان ما نیست، هنوز به لحاظ نظامی، هنوز به لحاظ تدارکاتی، هنوز به لحاظ در واقع تجهیزات نظامی حتی زمینی ما دچار به ارتش افغانستان دچار مشکل هست و این مبارزه با تروریسم در افغانستان مشکل می‌سازد با توجه به اینکه سلاح‌های پیشرفته در اختیار دشمنان مردم افغانستان توسط استخبارات منطقه قرار می‌گیرد. لطفاً من نکو محمد ایدری د پانتون استاد مصرف استودیو کې و اغه زروز د خبرونه قدرمنو لیدونکو سلام په لکه څنګه چې تاسو پیګی پرون د احمد شاه مسعود یا د قهرمان ملی د مړینې 15 تلین ول منځل سو او په دغه تلین کې د هیواد د ملي والد حکومت مشران او رهبران او د احمد شاه مسعود د سنگر ملګرو بیلابیل ویناوی وکولې چې په همدغه موضوع باندې بحث لرو، خو په سر کې مو پام راګرځوم د همدغه موضوع په اړه جوړ شوی گزارش رپورت. برخی از مقام های ارشد حکومت وحدت ملی و یاران احمد شاه مسعود اینجا در مراسم 15 سال روز جان باختن وی جمع شدند، اما اظهارات سخنرانان کمتر به یاد بود قهرمان ملی و بیشتر بر محور چالش های سیاسی و امنیتی روز متمرکز است. با یک جنگ تحمیلی و اعلام نشده مواجه هستیم که باعث
تباهی کشور ما شده و هر روز با قساوت و بی‌رحمی تمام از افراد ملکی و نظامی ما قربانی می‌گیرد و حتی سرحدات و تمامیت ارضی ما را مورد تجاوز قرار می‌دهد. دشمنان داخلی و خارجی کوشش می‌کنند که در شرایط حساس کنونی اقدامات اصلاحی دولت افغانستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را در آستانه برگزاری کنفرانس بین‌المللی بروکسل تحت شعاع قرار دهند. رئیس اجرایی کشور هرچند از تنش‌ها میان رئیس جمهور و خود سخن نمی‌زند، اما گوشزد می‌کند که از این پس کنار نخواهد آمد. حق مردم است یک لحظه از ذهن خود به دور نکنیم، نگاه نکنیم. او چیزی است که اگر ما او در اون مورد مسامحه کنیم، او به معنای گذشت تلقی نمیشه، او به معنای معامله تلقی میشه. از معامله و معامله‌گری خداوند ما را به دور داشته باشه. عامر صاحب فرد معامله‌گر نبود. نماینده ویژه رئیس جمهور فائق آمدن به وضعیت نابسامان کنونی را وابسته به یک دست شدن گروه‌های سیاسی درون حکومتی و بیرون حکومتی می‌داند. ضرورت است که یک جنبش مقاومت ملی در کشور ما به وجود بیاید و در این نهضت مقاومت ملی همه گروه‌های سیاسی و رهبران سیاسی به مانند دوران مقاومت گرد هم بیایند تا ما بتوانیم دشمن مشترک خود که او طالبان، القاعده و داعش است با شکست مواجه بسازیم. مسر طالبان و مخالفین دولت افغانستان صدا می کنم که هر قدری که جنگ ادامه پیدا کنه، شما هم محتاج میشین، غلام و غلامتر و مزدور و مزدورتر میشین. بانک 15 سال از شهادت احمدشاه مسعود میگذرد، اما تا کنون عاملان و طراحان اصلی حمله بر وی شناسایی نشدند. بار بار تقاضا کردیم که دولت محترم شما فقط یک کمیسیون ایجاد کنین، ما تعقیبش میکنیم. به خاطر که ابعاد از بین بردن مسئول شهید بسیار وسیع و کلان است و ابعاد بین المللی داره، با اون نسبت هر قدر تلاش کردیم در کشورهای مختلف، گفتن که دولت شما باید به شکل رسمی یک کمیسیون ایجاد کنه تا ما بتونیم که پرونده را تعقیب کنیم. احمدشاه مسعود نخستین بار برای بیرون راندن اشغالگران قشون سرخ شوروی پیشین صلاح برشانه کرد و تا آخرین روزهای زندگیش در برابر حمله گروه طالبان در افغانستان مبارزه کرد. قدرمن لیدونکو، بیا هم سلام درته وړاندې کوم. په دغه راپورت تاسو واورید او په همدغه راپورت باندې د بحث لپاره را سره سید فرهاد هاشمی د سیاسي چارو شنونکو را سره د په همدغه موضوع باندې به بحث ولرو چې د ملي قهرمان او د احمدشاه مسعود د منځغونډې په اړه د رهبرانو خبرې او د هغه د شخصیت او 15 کاله وسو چې احمدشاه مسعود ترور سو یا وژل سو د ترهګرو لخوا نه، تاثیرات یې څه دي او په همدې موضوع باندې به بحث وکړو. ښاغلی فرهاد، د پرون د احمدشاه مسعود 15 د مړینې تلین ولمانځل سو، څه فکر کوئ په تیرو 15 کلونو کې هغه ارمانونه چې احمدشاه مسعود درلودل هغه تر کومه اندازې پورې یعنی پر ځای سوي یا د تحقق د پیدا کولو پر لور دا کاروان روان ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو تلویزیون لاره نه تاسو درنو لیدونکو ته او د افغانستان درنو خلکو ته با درود بر روان شهدای راه آزادی، شهدای عزت و عفت مردم افغانستان که در او جمع سالاری شهدا جناب شهید احمدشاه مسعود، جناب شهید عبدالحق، جناب شهید کاظمی و در مجموع شهدایی که در سنگرهای داغ به خاطر دفاع از ناموس ملی به صفت سربازهای گمنام جانهای خود را فدای آزادی مردم و میهن خود کردند. هفته شهید تنها هفته سوگواری نیست، هفته اذیت و آزار هم نیست که کسایی در سرک ها براین و روال عادی مردم را متضرر بسازن. هفته شهید یاد بود از شهادت و رشادت ابرمردهایی است که به خاطر مردم و به خاطر دفاع از ارزش های دینی و به خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشور خود
قدلم کردند، به پا خواستند و بالاخره جام شهادت نوشیدند. هفته شهید هفته ای است که ما به عوض عقده گشایی هایی را که متاسفانه ما شاهد از بودیم که بعض رهبرها عقده گشایی کردند، به عوض از این عقده مندی ها و اظهار عقده مندی ها، رشادت ها و دلیری و درس هایی را که از او شهدا ما مختیم و میتونه سرمشق نسل های ما باشه، باید یاد دهانی بکنیم و باید احسان بکنیم برای مردم خود و نسل های جدید. در بخش سوال شما که بعد از گذشت 1.5 دهه چقدر آرمان ها تانسته که تحقق پیدا بکنه؟ آرمان ها گرچه فردی می باشه، اما بسته به سرنوشت یک ملت است. بنابراین در تحقق آرمان ها ملتی است که دست و پا می زنه. از دهقانی که در زمین زمین خشم می زنه و زمین شق می کنه و می کاره و بذر می کنه، تا به سربازی که سلاح بر دوش داره و در سنگرهای داغ مبارزه میکنه. آرمان هایی که پاک است و مقدس است و بدون خودخواهی و جاه‌طلبی و غصب و پول گرفتن و مسائل است، آرمان هایی است که به خاطر پاک کردن طفل، اشک طفل یتیم است. بنان ای آرمان ها آرمان های مقدس است و ای که چقدر برآورده شده زمانگیر است. یو خبر بل اغوانم تاسو د دیوی ټولګه د شهیدانو نه یادونه وکړه، نو په دغه ټولګه کې ټول د هر شهید عبدالحق دا او احمد شاه مسعود دا او ترڅنګ نور ملګری دي، دا هغه مفکوری او هغه خلق و چې دوی د افغانستان د خاورې ناموس عزت ازادۍ نه د دفاع په خاطر خپل ځانونه بایلل او نن نشته د منځ په منځ کې، او هغه خلک چې د دوی په خوا او شا کې او نن په قدرت کې دي، آیا دوی څونه د افغانستان د ملي ناموس د عزت ساتنې د خاورې ساتنې د استقلال د ازادۍ او د دې ملت د پرمختګ لپاره څونه کار یې کړی ده؟ آیا دوی په همغه لاره روان دي که دوی د شخصي پرمختګونو او د خپل قدرت د بقا لپاره په کار بوخت دي؟ خب به خاطر از اینکه ما متوجه شویم که چقدر کسایی که رهروان شهدا هستند و یا هم همسنگرانشان بودن هم نسلانشان بودن، چقدر تانستن که طرف منافع ملی و طرف راه و آرمان شهدا را حفظ بکنه، لازم میدونم که یک بار مراجعه بکنیم به ای که این شهدا چی آرمان داشتن. در جریان جنگ سرد بین امریکایی ها و روس ها، افغانستان متاسفانه مرکز نمایش قدرت و مرکز تقابل نظامی قرار گرفت. در همین وقت یک نسل از افغانستان به خاطر دفاع از ارزش های ملی و عقیدتی به پا خواستند. در این جمع با وجود از این که گروه بندی های صورت گرفت، مشکلات به بار آمد، مسائل، اما هر کدام از اینها آرمان به خاطر آینده افغانستان داشتند. از او جمله ما به نمونه مثال، به گونه مثال می خواهیم که آرمان های مسعود شهید را بشمارم، به حساب بگیرم امرای ما شما. یکی از آرمان های بزرگش در یک وقتی که افغانستان در کام قشون سرخ دیو تاریخ فرو رفته بود، نه تنها ای که با وقایع مبارزه می کرد مسعود، یک دورنما هم بر افغانستان داشت و در او دورنما روی عدالت اجتماعی تاکید می کرد، روی هم دیگر پذیری تاکید می کرد و روی یک انتخابات و همه پرسی به خاطر تعیین سرنوشت مردم توسط مشارکت سیاسی مردم تاکید می کرد. مسائلی که مربوط نظامداری می شد که چقدر باید به او پرداخته شوه، کیها چی جایگاهی را داشته باشه، در این دورنما هیچ کس به صفت محروم مطرح نمی شد و هیچ کس به صفت بادار مطرح نمی شد. تمام کسایی که به خاطر ادای مسئولیت خود رزمیده بودند، جهاد کرده بودند و بعضشان هم شهید شده بودند و بعدها بعضشان شهید شدند، در فکر این بودند که ما نباید تیکه‌دارای زمام امور مردم باشیم. ما به صفت خادم‌های مردم وقت کشور آزاد می شد دوباره سرنوشت مردم را به مردم بسپاریم تا مردم دو تصمیم گیرنده باشه. ای یک باد دورنما است. ای باد دورنما مربوط یک رای حل نظامی می شد و در پهلوی زی مربوط یک رای حل سیاسی می شد. مکتب مسعود یک مکتب رشادت و دلیری به خاطر بیچاره ها و غربا و مردم اسیر مانده، خصوصا مردم اسیر مانده کابل بود. اما متاسفانه وقت امروز ما می بینیم، ما شما دیروز شاهد سخنرانی رهبرها بودیم، رهبرای متری امروز ببخشین که هم نسلا و هم سنگرای مسعود شهید و عبدالحق شهید و اینا بودن،
اینها به عوض از یک تریبیونای گفتار مشکلات مردم خود باشن، مدافع موقف های سیاسی خود هستن، مدافع منافع شخصی خود هستن، مدافع یک هویت سیاسی و یک جایگاه سیاسی که بر خود تراشیدن به هر ذریعه که بوده مدافع همی هستن. مسعود و دیگه شهدای جهاد و مقاومت، من فکر نمی کنم که در فکر ازی بوده باشه که بلدنگ ها بسازن، در فکر ازی بوده باشه که سرنوشت مردم را گروگان بگیرن، یک ملت را به خاک خون بکشن. هاشمی صاحب هم در خبر تغوانم اشاره وکوم، همه ملگری چې یعنی د دوی همسنگران و او د تاوده جنگ ملگری و نن ول دوی انحراف کړی ده، هغه لار چې احمد شاه مسعود ټاکلې و، عبدالحق شهید ټاکلې و، دا نورو د مغه وخت مشران و رهبرانو چې نن نسته ده په منځ کې، دوی ولې منحرف سو؟ هغوی ازادي غوښتله، هغوی څوکالی غوښتله د ملت لپاره، دوی ولې برعکس لاړه؟ عوامل یې په څه کې بولئ تاسې؟ خب اصطلاح انحراف یک موضوعی است که به مقاطع خاص به خاطر مشارکت های سیاسی مشکل است که به کار برده شوه، اما تغییر اجندای سیاسی مربوط تحولات داخل افغانستان میشه. متاسفانه تحولات در افغانستان قسم واقع شد که امو اصطلاحی که بعضی ها استفاده میکردن که بسکشی، یک بسکشی در صحنه روان است و هر کس در فکر ازی است که باید بزه به دایره حلال بیندازه. دغه بزکشی مدیریت څوک کوي او ولې دا بزکشی له افغانستان نه نږدې سلور لسیزې وسوې نه لري کیږي؟ ضعف چیرې ده؟ په رهبری کې که په ملت کې؟ مشکلات مختلف است. ما در دو روز قبل یک کتاب در دسترس ما قرار گرفت، یکی از عربا که بخش فعال جبهات را اکمالات میکردن از عربستان به نام عادل بترجی این کتاب را نوشته و زیادتر روی قضایا و مسائل افغانستان خصوصا در آستانه سقوط کابل به دست مجاهدین نوشته. از یک طرف مسئله سقوط حکومت قبلی و ورود مجاهدین و استقبال مردم و خوش بودن مردم به ایمانا که کسایی که واقعا در جبهات روز تیر کردن و واقعا رشادت نشان دادن و بالاخره فاتح کابل شدن به اشاره میکنن. از طرف دیگر روی مشکلات سلیقوی اشاره میکنه. این مشکلات سلیقوی بین افراد و بین به خاطر جاه‌طلبی ها و مشکلاتی که بعداً باز جنگ های داخلی رو بار میاره و مسائل ائتلافات و مشکلات و موضوعات بالاخره قتل چقدر مردم است تمام زیر بار میاره، روی از این مسائل میچرخه. من توصیه میکنم که اکثریت دوستای کتاب مطالعه بکنن. من فکر میکنم که مشکلات امروزی ریشه گرفته از مشکلات عمیقی است که در آستانه سقوط کابل به دست مجاهدین و بعداً اوج گرفتن از او در جریان جنگ های داخلی این مشکلات ریشه دواند در بین مردم ما. این مشکلات که بعضاً دکاندارای هم داره مربوط مسائل تبعیضات سمتی و لسانی و قومی میشه. این مشکلات مربوط اعمال سلیقه های شخصی در تعیین سرنوشت ملت و مردم میشه که از یک طرف می خواهیم که ملت مشارکت سیاسی داشته باشه، اما از طرف دیگه می خواهیم که مشارکت سیاسی به نفع اشخاص تمام شه. بنان هر وقتی که قسم دخالت صورت بگیره که مردم باید بر رضایت شخص عمل بکنه، متاسفانه نمیتونیم که برایند یا نتیجه بهتر ازی داشته باشیم. یک موضوع دیگه هم دخیل است. در افغانستان متاسفانه هر امکانات را که ما از هر مرجعی به دست میاریم او را در مقابل یکی دیگه به خاطر تضعیف رقابای داخلی خود استفاده میکنیم. همدغه موضوع من غواړم لک تمرکز وکم. تاسو ویلی چې بعضی افراد و اشخاص و قومی و سلیقوي د ملت په منځ کې ستونزه ډیره ده، که هغه افراد و اشخاص چې دغه بحران ځان سره د رهبری په نامه راوړل دا ستونزه دوی زیاته کړله. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده په کورنیو جګړو کې زور د ملت ستونزه وه، که دا د بیګانو په اشارو خوځېدونکو رهبرانو. به می کتابی که من به شما اشاره کردم که عادل نشته کرده، یک عربی که گفتم جبهات را اکمالات می کرده و داخل صحنه بوده خصوصا در آستانه سقوط کابل و دست مجاهدین، ای پرده بر می داره از دخالت مستقیم پاکستانی ها که بعدا من باز به سوال شما مراجعه می کنم اگر اجازه تان باشه که من بفرمایید روی از این صحبت کنم. در اون وقت رفی جنرال رفی معاون دکتر نجیب میره لوگر
و بعض بحث ها و ابراز نظریات با یکی از رهبرای مجاهدین می داشته باشه. دوباره وقت به کابل برمیگرده در هلیکوپتر در چرخبال که رفته یک ژورنالیست پاکستانی رو میاره که تا فعلا هویت از افشا نشده و تبصره در کتاب به ارتباط است یک از تبصره ها که شاید یک عضو برجسته سازمان استخبارات نظامی پاکستان بوده. بود در پهلوی زی در لوگر معاون استخبارات پاکستان حضور می داشته باشه. وظیفه از ژورنالیستی است که اوضاع کابل را مطالعه بکنه، ضعف های حکومت را مطالعه بکنه تا حمله نظامی بالای کابل صورت بگیره. این مثال به خاطر از این است که پاکستانی ها با وجود از این که دیگر رهبرای مجاهدین در پاکستان مصروف رایزنی به خاطر از این می باشن که اگر شوه که حکومت انتقالی ریشه بگیره و کابل ساحه غیر نظامی باشه و با تفاهم همگی داخل شود تا از یک جنگ داخلی جلوگیری شود. اما پاکستانی ها تمام حمایت خود را قسم اعلان میکنن که بالای کابل باید حمله صورت بگیره. بنابراین در افغانستان هر حکومتی که خواسته ریشه بگیره چی به حمایت پاکستانی ها آمده و چی پاکستانی ها را به رسمیت شناخته و یا هم باش رقابت نظامی و عقده‌بندی های داشته، پاکستانی ها کوشش کردند که به نحوی از آنها افراد را برای خود اجیر بگیرن تا توسط از اونا در تصامیم تاثیرات خاص خود را داشته باشند، در گسترش دامنی نارامی ها نقش خود را داشته باشند و بالاخره بر جهانیان ثابت بکنند که ما دست اول معامله بر ارتباط مسائل ببخشند داخل افغانستان هستیم و مردم افغانستان ظرفیت رهبری و مدیریت کشور خود را نداره. در پهلوی از این عمل کرده بسیار ضعیف رهبران، خصوصا رهبران حکومت وحدت ملی که هر چیز را محور منافع خود میچرخانند، نه محور منافع ملی که هنوز حتی تعریف مشخص از او ندارند. اینها یکی از عوامل هستند که باعث میشن دسترسی ها و دستبازی های از آدرس پاکستان و دیگر کشورها در داخل افغانستان به وقوع پیوندند. بنان این یک مسئله بغرنج تقابل استخباراتی است در داخل افغانستان. مشکلات موضوع ستون پنجم که بسیار یک چند وقت روی زبان ها بود و طریق از مال نفوذ میکنه پاکستانی ها هست. هاشمی صاحب یو خبر ته بل اشاره وکوم، یو دا خبره ده چې پاکستان تاسو ویل اجیران ونیسی، هر خوځښت چې سرچینه له پاکستان نه اغشته د رهبرانو نیولې تر اوسنۍ او تر داعش پورې د لړۍ روانه ده، ولی ډیر تمرکز د منګ رهبری په پاکستان کې یو برکت او بل همیشه د جاسوسي خبرې کیږي، ولی په افغانستان کې دومره خلاص لاس پاکستان فعالیت کوي سي؟ آیا دا جنجال د پاکستان د لمنګ سره کده لوی قدرتونو هم د افغانستان په بیسوباتی او د افغانستان په جنجال کې د دوی د ګټو پیدا کول هم شامل دي؟ سوال بسیار جالب است و خودتم به عباد از او اشاره کردی. من میخوایم که خلاصه به چند بعد از اشاره بکنم. به تایید فرموده خودت، عباد وسیع تر از تنها دست اندازی های پاکستان وجود داره. مثلا بیاین پروژه طالب را مثال بدیم. کشور بود که دیزاین کرد، کشور بود که تمویل کرد و کشور بود که تطبیق کرد. پاکستانی ها از جمله تطبیق کننده یک پروژه بودن و اینها چرا پاکستانی ها میتونن هر ابتکار را در داخل افغانستان موفقانه تطبیق بکنن؟ دو بعد داره. یک بعد از این است که رهبرای ما تمام ضعف خود را توجیه میکنن و خود را براعت میتن زیر از این پوشش که پاکستانی ها هرچی دلشان بخواه در افغانستان میکنن. و سببش کی میشه؟ و سببش ضعف مدیریتی، عدم اجماع ملی، عدم تفاهم، عدم پذیرش یک دیگه ما، تقابل بی مورد، مسئله بقای افراد، منافع شخصی، موضوعات دفاع از موقف گیری های شخصی، مسائل قبیلوی، مسائل قومی، برتری طلبی ها، این تمامش مسائل است که مانی از این میشه که ما به صفت یک ملت واحد و مقتدر مطرح شیم و از طرف دیگه باعث ضعف ما میشه، باعث از این میشه که رهبرای ضعیف، مدیرای ضعیف و فرمایشی در رأس از این ملت قرار بگیره و بنان زمینه را مساعد میسازه برای پاکستانی ها که استفاده بکنه. در وقت طالب ها ما در کابل بودم، در ساحات چهارآسیاب زندگی میکردیم. ما به نمونی مثال بر شما عرض میکنم، یکی از روزها به طرف دری که دری لندر میگه مروان بودم و یک ساحه از بنام باغ گلباغ، بسیار باغ بزرگ است. در داخل از این باغ دو نفر
در وقتی که ما روان هستم از پشت بوته های خار و گل و مسائل مرامد وقتی امرای ما صحبت کردن یک کلمه فارسی یا پشتو ازبکی هیچ زبان رایج افغانستان را نمی فهمیدن. ما فهمیدم که اینا پنجابی ها هستن. اینا کسایی بودن که شبانه در وقت حکومت طالب ها در چهار آسیاب توسط تیاره ها می آمدن و در فرقه ریشخور جا بجا می شدن تا در مقابل مردم افغانستان بجنگن و بخش پالیسی گسترش دامنه نظام پاکستان را در داخل افغانستان تطبیق بکنن. بعد از سقوط مقاومتی که در داخل افغانستان بود میخواستن که افغانستان را به صفت یکی از ولایت های بزرگ یا مستعلای صوبه که بسیار مشهور است به او مطرح بکنن. خب از یک طرف اینقدر تجاوز پاکستان مشهود است، از طرف دیگه حرف پیشتر خودت ارتباطات رهبرای ما با پاکستان و متکی بودنشان به حمایت پاکستان و بعدا انداختن تمام ملامتی ها به گردن پاکستان، پاکستان به صفت یک دشمن همیشه مطرح بوده. اما سوال من این است که ما قماندان امنی که در کابل داریم وظیفه از چی است که قدر انتحار انفجار میشه و بعدا پاکستانی کار کرد؟ این خواهد فالم میفهمه وظیفه شما چی است؟ متاسفانه در داخل افغانستان شروع از رده هایی که مربوط مسئولین ولایتی میشه تا به ریاست اجرایه و ریاست جمهوری هر ضعف خود را زیر پرده مداخله پاکستان اینا پنهان میکنن با وجود از اینکه میفهمن که پاکستان یک دشمن بالفعل است و ما دیگه ملت اینو نمیپذیریم. یو خبر بلا نجدی سلور لسیزی کیگی دا ملت لبدخشان تر کندهار او لهیرادا تر ننگرهار پور کی سوزی په دغه ټو پښمیر یو سوټی کداران دي د دوی خپل جنجالونه په لن مثال کې درته یو موضوع واځ کوم. د ملي والی د حکومت د رهبرانو جنجالونه د دې سبب سو چې د امنیتی ځواکونو پر روحیه باندې منفي تاثیر ولري. پرون نږدې و چې روزګان للاسه وزي یا سقوط سي که مداخله نه وي. فکر کوي د اوسنی بحران د وتلو لپاره د رهبری باید څه کارونه وکړي؟ بخش اول سوالتان بله این واقعیت است. متاسفانه افغانستان گروه 1400-1500 رهبر است که مثل مره های شطرنج در امی جغرافی که مثل تخته شطرنج فرض میکنن از پست به پست میره. راپورهای مختلف، گزارش های مختلف درباره فسادشان، غصب زمین، مسائل قتل، اختطاف ها، پابند نبودن به منافع ملی، ارتباطات با استخبارات منطقه، مسائل بسیار زیاد در قبال اکثریت از اینها وجود داره. اما متاسفانه هر کسی با هر شعاری که اعتماد ملت جلب میکنه و زعیم از این مملکت میشه باز دوباره رخ سازشه با همون کسایی میگیره که متاسفانه ملت از او خیر نمیبینه. این یک واقعیت عینی افغانستان است. بخش دیگه مربوط از این است که اینها خودشان در پهلوی از این که مانع تطبیق منافع ملی میشن، مانع گذار رهبری به نسل نو میشن، مانع برآمدن نسل نو به سطح رهبری میشن. شما ببینید چرا من این مثال میگم. ما خودت به صفت یک انسان، به صفت یک شهروند افغانستان، به صفت یک افغان فعلا شتیم حرف میزنیم. در فامیلای ما همین مسئله است. داده گرفت شده بین اقوام مختلف، در ساحات ما، در جنازه ما، در ولس ما، در معامله عروسی ما، مردم مشکلات به ارتباط از این ندارن که کی از کدام قوم است، کی کدام زبان است، مطرح میکنه. با ملت که هیچ زدن مشکل نیست. اما مشکلی است کی دکاندارای مذهب، لسان و قوم وقت دیگه مهارت ندارن به خاطر ثابت کردن مؤثریت خود به صفت رهبر کوشش میکنن که به احساسات قومی مراجعه بکنن، کوشش میکنن که مردم قسم بخش بخش و شعبه شعبه بسازن تا ای که منافع خود را تطبیق بکنن. بنان در اتر یک شرایط ما نمیتونیم که راه حل را تطبیق بکنیم که منافع ملی را تامین بکنه. در اینجا زیادتر تقابل وقت واقع میشه به خاطر برآورده ساختن اهداف شخصی است. شما ببینین از غرب وقت بعضی ها میآید تحصیلات بسیار بلند، شعارهای بلند بالا، وقت در داخل افغانستان میآید اینا یک تغییر یک مکمل میکنن دایروی که انسان ایران میمونه که قدر ارزش اینا از ارزش ها صحبت میکردن، از تحصیلات و از نابغه بودن و مسائل مختلف. اما امروز چرا اینها به تاثیرات و تعصبات قومی پناه میبرن، به احساسات قومی پناه میبرن، به عوض از اینکه کشور را ببرن به طرف میارهایی که ما را نزدیک میسازه به ملت شدن، به طرف میارهای اسلامی کمو قوت و برادری و ثابت ساختن رشته ها و رابطه ها و مسائل به قسم مثبت شست، کوشش میکنن که آب با آسیا به دشمن بریزن و این ملت غلام شعارهای قومی و تعصبات خود بسازن. متاسفانه در روستای پختنی پتوگا دغه نجدی لدیش میلیون نپورت من نفوس لرو
او دغه د سلور سو نفر بیا یادونه کوم په ګراو کې او کله د مهاجر په نامه په پاکستان کې کله د په ایران کې کله چې پاکستان راته ترهګر تربیه ک ایران راته پودریان تربیه ک اروپا ته دیو مړی ډوډی د پیدا کولو لپاره د بحر خوراک سو اس اخیره د حل لار صدا ملت څه باید وکي آیا سلويخ کال نورم دی غلطه رهبری تعقیب کی په دی بدبختیو کې اوسی کده د بحران نه د وټلو لپاره خپل ملت لاس پکارسی د ملت ترمنز یو حقيقي خبره ده زله بدخشان تر کندهار او له هرات نه تر ننګرهار ګرځیدلم دا خبره نشته چې ته تاجک او ته پښتون او ته دای چیرې چې دا ظالمان نفوذ لري حالت ستونزې دي د دوه ستونزو نه د ملت د یستلو لپاره د روستي پښتنې په توګه هاشمي صاحب لار څه ده بزرگترین راه به خاطر از این نیست که ما رای حل نشان بدیم که ملت قسم بکو ملت قسم بکو ملت رنج دیده و کور دیده و محروم افغانستان به خاطر زجرهای کشیده از اطفال ما هم که پرسان بکنی رای حل هم رایش است و او را تحکیم وحدت ملی است و او را هم دیگر پذیری است اما در پهلوی از یک چیزی که ما میخواهیم برای ملت بگوییم به صفت یک شهروند به صفت یک طبیعی از یک کشور که ما بارها به این فکر کردیم است که ما بعد از این سوال بکنیم که رهبرهای اگر میآیند و از فرمول های قومی و از احساسات قومی استفاده میکنند و میخوان که احساسات ما را بر بیانگیزند و ما را در مقابل هموطنان ما استفاده بکنند ما باید پرسان بکنم که کدام منافع خود را میخوان تامین بکنند ما باید دیگه پرسان بکنم که همون کسی که میآید پایی چارپایی جنازه ما را میورداره در عروسی ما مشارکت میکنه احترام و عزت ولس و مردم ما را میکنه چرا مرا میخواد در مقابل امتر مردم مرا تحریک بکنه؟ این سوال در فکر ما باشه در مقاطع مختلف در جریان انتخابات ها در جریان تظاهرات در جریان تجلیل از روزهای ملی در جریان تجلیل از هفته شهید در جریان مسائل خوشی و غم این سوال باید در فکر ما باشه اگر ما این سوال از خود بپرسیم ما هر کس را میتونیم که در ترازوی عدالت طلبانه و انصاف خواهانی خود وزن بکنیم و بعدا در صورتی که وزن نمیته دیگه دن بالا روش نباشیم در پهلوی ازی امروزه ببینین شرایط افغانستان قسم آمده کوتا اشاره میکنم که چندین اجندا مطرح است مثلا کسایی است که اجندای حکومت نظامی رو مطرح میکنه کسایی است که تداوم حکومت وحدت ملی رو مطرح میکنه اپوزیسیونی است که حکومت بدیل و انتخابات رو مطرح میکنه اما با موضوعی که بسیار دقیق بود و پیشتر اشاره کردیم در هر صورت در هر تحول در هر تغییر وضعیت باز کی است که مطرح است امی 400-450 نفر امی کسایی که امروز در اپوزیسیون هستند اشخاص ناکام دیروزه هستند که در حکومت اینا ناکام بودن من فکر میکنم که اگر رهبرای حکومت وحدت ملی به خود بیاین و به تعهداتشان عمل بکنن و به این ملت بیچاره دل بسوزانن و به خاطر خدا و به خاطر داشتن نام نیک و به خاطر حداقل تداوم قدرت خودشان اگر اولویت های مردمی را به اساس یک تفاهم نامی که حکومت تشکیل دادن تطبیق بکنن من فکر میکنم مردم ازشان راضی میباشه مردم افغانستان در فکر نان خود در سرخان خود است در فکر از این نیست که احمد و محمود که دیروز در حکومت بود و امروز نیست و امروز شعارهای بلند بالا سر میته و فردا باز در حکومت بیه از این بدترش میکنه بنابراین رای حلی است که ما مشارکت خود را با عقل گرایی و با فکر درست و با منطق و با سوال ها پیش ببریم دیر زیاد مننه کور مودن چې راغله او پروگرام کوم را سره برخه واخلم تاسو هم دیر مننه ډیر خوشاله يم چې په دې پروگرام کې مشترک وکړ قدرمنو لیدونکو دا زمګ د دغه نیم ساعت بس په راتلونکو نیم ساعت کې بیا خبرونه دوام لري او یو بل ملما او بل پروگرام سره قدرمن لیدونکو بیا هم سلام لکه څنګه چې تاسو پویګی لاتیر ورځ رئیس در هیواد د روزګان ولایت کې امنیتی وضعیت ډیر وخیم سوې ده او پرون وسلوال مخالفین بیخی د روزګان ولایت داخل ته داخل سوی و او په بیلابیلو دولتي معتبرو بنسټونو باندې بریدونه پیل کړي وو خو د ورځې په روستیو کې
د نړیوالو ځواکونو د هوایي ملاتړ او د کندهار د امنیه کمانډان او د حاجي عبدالرازق پر اتاک سره په د طالبان له خار نه پرشا تمبول سوي دي. دا چې تر اوسه پورې په روزګان کې وضعیت څه ډول ده، څونه پرمختګ سوی ده، او وسله والو مخالفینو ته څونه مرګ ژوبله وړاندې سوی، آیا اوس هم په ښار کې جګړه روانه ده او که پای ته رسیدلې ده؟ وضعیت څنګه ده؟ په د همدې موضوع لپاره راسره د آریانا نیوز همکار بریالی رحیمي راسره ده، له هغه نه به په همدې اړه پوښتنې ولرو. او رحیمي صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. رحیمي صاحب، د روزګان ولایت امنیتي وضعیت د تیر په پرتله څنګه ارزوي؟ وضعیت څه ډول ده؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، تېره ورځ وسله وال طالبان د روزګان ولایت په ترینکوټ ښار باندې ورداخل شوي وو، چې د ولایت ودانۍ په امنیه قمندانۍ او د زندان په ودانۍ باندې بریدونه ترسره کول، چې ټول امنیتي ځواکونه چې په روزګان کې موجود وو او په ترینکوټ ښار کې موجود وو، هغوی یوازې د همدغو درو ودانیو نه د دفاع په خاطر باندې د وسله وال طالبان سره جګړه کوله. خو پس له غرمې نه چې کله هوایي ځواک د بهرنیو ځواکونو ورسره شو، د دغه ځواکونو سره طالبان د سهار نه غرمه په شا وتمول شول، غرمه دومره لرې شول چې یوازې د ښار په څنډو کې طالبانو ډزې کولې په امنیتي ځواکونو باندې. اوس هم هماغه حالت قرار لري، تر اوسه پورې هم د ښار په څلورو څنډو کې وسله وال طالبان او امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. تر اوسه پورې هم طالبان تر دې اضافه په شانې تمبول شوي، خو نه د تلفاتو د پته معلومېږي، تحقیق ارقام معلومېږي، ځکه حالات جنګي دي او نه هم تر اوسه پورې کوم خاص پرمختګ شوی دی. یوازې دومره پرمختګ شوی د تېرې غرمې نه تر اوسه پورې چې د ولایت ودانیو د امنیه قمندانۍ ودانۍ او په زندان باندې چې کوم برید روان و، هغه اوس په شا تمبول شوی دی. د ښار څنډو ته جګړه غځېدلې. امنیتي مسؤلین، د روزګان ولایت والي، د امنیه قمندان، دوی څه وایي؟ اول دوی ونه توانېدل چې د خپل مخالفینو مخنیوي وکي او ترینا د ولسوالیو پر ځای ښار ته راننوتل. عوامل، اصلي عوامل څه وو؟ آیا د امنیتي بنسټونو بې کفایتي او بې ظرفیتي، او که د مخالفینو قوت؟ دواړه خدي. د یوې خوا ولایتي شورا او عام خلک وایي چې د ولایتي چارواکو بې کفایتي، د امنیتي ځواکونو کمزوري او د امنیتي ځواکونو نه اکمال پر وخت باندې، دا د دې لامل شو چې وسله وال طالبان وتوانېږي راشي د ترینکوټ ښار ته ورداخل شي. خو دولتي چارواکي بیا وایي چې دوی د مرکز سره په تماس کې وغوښتل چې زیات امکانات دوی ته ورکړي، تر څو د دولت د وسله والو مخالفینو مخه ونیسي. خو دا چې د دولت د وسله والو مخالفینو شمېر ډېر زیات و، یو دم یې په ښار باندې هجوم راوړ او دوی پوره امکانات نه درلودل په لاس کې، اکمال نه و، تجهیزات یې ډېر نه درلودل. په دې خاطر باندې دوی ونشو کړلی چې په هماغه لحظه باندې د دې وسله والو طالبانو مخه ونیسي، تر څو په ښار باندې داخل نشي او د امنیتي ځواکونو مقابله ونه کړي. لوی لامل دا و چې د ولایتي شورا په حواله او د خلکو په خبره کړي، او خپله د دولتي چارواکو والي او امنیه قمندان چې وایي چې د دوی تجهیزات په هغه اندازه نه و، لکه څومره تجهیزات چې د دولت وسله وال مخالفین درلود، د دوی شمېر په ښار کې دومره زیات نه و، د امنیتي ځواکونو شمېر دومره زیات نه و لکه څومره چې د وسله وال طالبانو شمېر زیات و. حتی دوی په اوله مرحله کې چې کله برید په روزګان ترینکوټ ښار باندې ترسره شو، د 300 نفرو خبره کوله چې 300 وسله وال طالبان راغلي دي او یو دمې په ښار باندې حمله کړې ده. چې د دوی رحیمي صاحب، غواړم یوه خبره شریکه کړم تاسو. د 300 نفرو خبره کیږي او د دولتي بنسټونو دا خبره لا هم منګه یادو، آیا په ټول روزګان کې، روزګان یو له هغه ولایتونو نه ده چې په تیرو 1400 کلونو کې لننګون او امنیتي ګواښونو سره مخ ده، آیا 300 امنیتي ځواکونه د مختلفو نهادونو وجود نه لري؟ ملي پولیسو، ملي امنیتو، د یعنی دوی د 300 نفرو د سره د مقابلې توان نه لري؟ د ولایتي شورا د رئیس عبدالکریم خادم په وینا چې تر اوسه زیات امنیتي سرتیري په ښار کې موجود وو، خو دا چې پر وخت باندې دغه خلک د مرکز او د کندهار یا د نورو ځایونو اکمال نه کول، تجهیزات ورنه کول شول،
دوی د مهماتو د کموالي سره مخ وو. په همدې خاطر باندې ونه توانېدل چې د دولت وسله وال مخالفینو مقابله وکړي. دوی د دې جګړې لوی لامل دا بولي چې اروزګان ته توجه ونه شوله، او دوه میاشتې وړاندې دوی درې میاشتې وړاندې مرکز ته دوی خبر ورکړی وو چې د وسله وال طالبان داسې پلان لري چې په ترنکور ښار باندې برید وکړي، او باید دوی ته غټې وسلې ورکړل شي، تجهیزات ورکړل شي. خو هغوی په وخت باندې دغه تجهیزات دوی ته ونه رسول، ځکه وسله وال طالبان د ډېر ځواک خاوندان شول او راغلل په ښار باندې برید وکړي. عوامل څه دي چې دوی ته تجهیزات نه ورکول کېده؟ آیا تهدیدونه قوي نه وو؟ که خپله دغه امنیتي بنسټونه ضعیف وو، نیسو کولی هغه د خپل اړتیا مواد راونیسي؟ او بله پوښتنه تر څنګ غواړم دا هم شریکه کړم، که دوی ظرفیت نه درلوده، ولې نیمه ورځه کې تینه مخالفین د قمندان د امنیه قمندانۍ تر ودانۍ راورسېده او په نیمه ورځ کې بیرته وویستل شول؟ عوامل څه وو؟ د یوې خوا ما مخکې یادونه وکړه چې تجهیزات یې کم و، د بلې خوا دوی چې ما کله تېره ورځ خبرې ورسره وکړې د تجهیزاتو په اړه، هغوی وویل چې د دولت مشران او وزارتونه، اړوند وزارتونه په هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې، بغلان او کندوز کې مصروف، او په دې خاطر باندې اروزګان ته ډېره توجه ونه کړله. او همداشان د اروزګان په اکثریت ولسوالیو کې، او دا او دا اوس په څلورو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ګیزاب ولسوالۍ، همداسې توره او نورو شیرساس، دا ولسوالۍ دي چې هغه کې هم عملا جګړه روانه ده. دوی وایي چې زموږ ډېر ځواکونه او زموږ ډېر تجهیزات هلته مصروفه دي، په دې خاطر باندې د ښار امنیت ګواښ نه و په هغه وخت کې. کله چې ګواښ و د ښار امنیت ته متوجه شو، دوی د مرکز نه د تجهیزاتو او د نویو سرتیرو د راتلو غوښتنه وکړله. خو هغوی په دې خاطر، لکه مخکې مې چې یادونه وکړل، چې نور ولایت ته اړتیا وه، هلته یې توجه زیاته وه، دوی سره په وخت باندې مرسته ونه کړله. خو تېره ورځ د کندهار نه د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د 215 اتل قول اردو قومندان د اوچا وفادار، دوی دواړه خپله تللي دي د 400 تنو نو تازه دمو سرتیرو سره، د قومندویانو سره هلته ورغلي دي، او نور تجهیزات دوی وړي دي. د دې تجهیزاتو په واسطه باندې دغه وسله وال طالبان دغومره وسول چې د ښار څنګه ته جګړه ورسېږي، او د ولایت د ودانیو د امنیت قومندانۍ د ودانۍ نه دغه جګړه د ښار څنډو ته ورسوي. یعنې د تاسو معلومات څه دي؟ تهدید د اروزګان د سقوط، د تهدید لمنځه تللی ده، که اوس هم تهدید کې ده خپله ولایت؟ خپله ولایت اوس پیلن په تهدید کې دي، ځکه چې ولایت په مابین کې یو سیند، ولایت د ودانیو د طالبان تر مابین د سیند هغه اړین د ولایت په ودانۍ باندې اوس هم خلخل ډزې اورېدل کېږي، او ډزې ترسره کېږي. د خلکو سره مې ستار خبرې وکړلې، د عامو خلکو سره، هغوی وویل تر اوسه هم په ښار کې خلخل د په څنډو کې ډزې دي. یوازې هغه سړک چې د امنیه قومندانۍ سره نږدې دی، په هغه ځای کې څو دوکانونه پرانیستل شوي دي. نن سهار خلک د خپل مجبوریت په اساس باندې د دې دوکانونو نه خپل لاسي اړتیا وړ توکي کورونو ته وړي. نور په ټول ښار کې وضعیت جنګي دی، تر اوسه پورې هم اضطراري حالات دي. څوک نشي کولی چې په آزادانه توګه باندې تګ راتګ وکړي، او هغه کورنۍ چې په ښار کې اوسېدلې د دې جګړې له امله پرون بندې پاتې شوې، په خپلو ځایو کې نن سهار نه شروع دي، تر اوسه پورې خلک وځي دغه سیمو نه چې جګړه تېره ورځ پکښې شوې ده، خپل کورونه پرېږدي او نورو امن سیمو ته ځي. حتی ځینې خلک د شتونو د غرونو په خوا باندې ووتل، ځکه چې اخواته جګړه نشته، او په هغه ځای کې چې ګڼ میشته دي هلته وسله وال طالبان هم بریدونه کوي، او امنیتي ځواکونه هم په هغو سیمو کې د وسله وال طالبان سره په جګړه بو. رحیمي صاحب، یوه خبره بله، د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې چې جګړې شوي، او د معمول په څېر دا یو تجربه غوندې هم ده. امنیتي بنسټونه ویلي چې ډیری جګړه د بهرنیو ترهګرو ډلو لخوا نه ترسره کیږي. په روزګان کې د 400 نفرو نه تاسو یادونه وکړه، معلومات هم څه دي؟ آیا دا کورنۍ طالب وسله وال مخالفین دي، که نور بهرنۍ ترهګري ډلې هم ورسره یوځای شوي؟ تر اوسه پورې د دې پیښې پخلی نه ولایتي شورا کړی، نه هم خلکو کړی دی، او نه هم تر اوسه پورې د ولایت چارواکو د دې پخلی کړی دی چې آیا بهرني طالبان به په دې 400 تنو کې موجود وي او که نه وي. هغوی وایي چې حالات جنګي دي، دوی ته دقیق نه د مړو شمېر معلومېږي چې وسله وال طالبان ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تېر ماښام د والي ویان د 121 کسو وسله وال طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوله، خو چې هغه هم دی وایي چې دقیق نه دي، ځکه موږ ته د نورو خلکو نه راپورونه رارسېدلي چې دومره کسان یې وژل شوي دي. په دې اړه باندې هم دقیق جزئیات په جنګي حالات کې نه دي ترلاسه شوي چې څومره تلفات اوښتي ملکي خلکو ته، او یا هم وسله وال طالبانو ته. او همداشان د وسله وال طالبانو د هویت په اړه باندې هم تر اوسه پورې هېڅ څرګندونې نه دي شوي چې آیا دا بهرني طالبان دي او که کورني. ډېره زیاته مننه ښاغلی رحیمي، او د
آریانا نیوز خبریال د نورو پروګرامونو په لړ کې به هم له تاسو نه معلومات واخلو تر څو خلکو ته دقیق او تازه معلومات ورسو او تاسو ښه ورځ ولرئ. قدرمنو لیدونکو، زمونږ دغه د اغاز روز خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او مهربانه الله سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د الله پامان.